برام خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 17 ماه سنبله سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. 4 کشته و 120 زخمی در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت وردک. توزیع بسته‌های اطلاعاتی انتخابات فردا با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. رویاروی تیم ملی فوتبال افغانستان و نیپال در رقابت‌های قهرمانی فوتبال جنوب آسیا. دو برابر شدن شمار کشورهای حامی مداخله نظامی در سوریه. و نگرانی وزارت معادن از تصویب نشدن قانون جدید معادن. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و گروهی از حمله کنندگان انتحاری در ولایت وردک 4 کارمند امنیت ملی کشته شدند و در حدود 120 غیر نظامی زخم برداشتند. این رویداد امروز هنگام رخ داد که یک گروه 6 نفری حمله کنندگان انتحاری مجهز با جنگ افزارها قصد حمله بر ساختمان ریاست امنیت ملی این ولایت را داشتند. در این باره غفور صبوری گزارش تهیه کرده است. یک گروه 6 نفری حمله کنندگان انتحاری پس از چاشت روز یکشنبه در میدان شهر به ریاست امنیتی ملی این ولایت یورش بردند. حمله کنندگان انتحاری که با جنگ افزارها و مواد انفجاری مجهز بودند میخواستند که به ریاست امنیتی ملی این ولایت داخل شوند. یکی از این مهاجمان مواد انفجاری همراهش را در برابر دروازه ورودی این ریاست منفجر ساخت و 5 تن دیگرشان با نیروهای امنیتی ملی درگیر شدند و در یک درگیری نیم ساعته تمامی حمله کنندگان از پا درآمدند. در این رویداد 4 کارمند امنیت ملی کشته شدند و 120 غیر نظامی زخم برداشتند. یو در بم حمله وش بچه تقریبا در ریاست امنیت ملی سره جفت بده زای که سر سره شوه و بوده که یو 15 نفر انتحاریان و چه دیده حمله دقیقه دیپاره وظیفه خسته و چه تشنات رو بانده حمله و که مقام های امنیتی ولایت میدان وردک وضع شمار از زخمیان این رویداد را نگران کننده می دانند. گفته می شود که چندین ساختمان دولتی و غیر دولتی و نیز خانه های باشندگان این شهر آسیب دیدند. شمرجات و ملکی وگر تا مثلا جان رسیده ده چه اغا تپیان شویدی ده شول درکه ده باز پارچو تیگو ندرکه. در همین حال طالبان با پخش خبرنامه مسئولیت این رویداد را پذیرفتند و ادعا دارند که در این رویداد نیروهای امنیتی تلفات سنگینی داشته است. اما این ادعا سوی نیروهای امنیتی رد شده است. کمیته گزینش تا آخر همین هفته فهرست نامزدان کمیسیون رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی را به رئیس جمهور کرزی خواهد فرستاد. کمیته گزینش میگوید که در این فهرست نام‌های 13 نیز جا داده شدند. از سوی دیگر قرار است فردا بسته‌های اطلاعاتی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی داده شود. کمیسیون مستقل انتخابات از کسانی که علاقه‌مند نامزد شدند در انتخابات ریاست جمهوری هستند می‌خواهد که فردا بسته‌های اطلاعاتی را از این کمیسیون به دست بیاورند. شکیلا ابراهیم خیل جاست یاد را گزارش می‌دهد. کمیته گزینش از میان 302 نامزد عضویت کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی 37 تن را با معیارهای قانونی برابر دانستند و از میان آنان 15 تن را به رئیس جمهور کرزی معرفی خواهند کرد. این کمیته میگوید که تا آخر همین هفته این فهرست به رئیس جمهور کرزی سپرده خواهد شد. 15 نفر معرفی میکنیم برای جمهور که اقلا 3 خانم باشند و از این جمله رئیس جمهور باید یک خانم و 4 مرد حتما معرفی کنند و اگر خانم هم صلاحیت رئیس جمهور است 2 معرفی کنند من ملاحظه نداریم. از سوی دیگر بر بنیاد تقسیم اوقات انتخاباتی قرار است به روز 18 ماه سنبله کمیسیون مستقل انتخابات بسته های اطلاعاتی را به دسترس نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار دهد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد قانون مکلف است که گذشته از مدارک دیگر 100,000 شماره کارت رایدهی کم از کم از 20 ولایت کشور به این کمیسیون ارائه کند و 1,000,000 افغانی نیز ضمانت بگذارد. با تاریخ 18 سنبله رسماً دوسیه های معلوماتی بر کاندیدا در نظر گرفته شده
افراد و اشخاص که واجد شرایط باشند و برای ریاست جمهوری خود کاندید میکنند باید به دفتر مرکزی تشریف بیارن و افراد و اشخاص که به شورای ولایتی خود کاندید میکنند به دفاتر ولایتی ما تشریف ببرند که این بسته معلوماتی را به دست بیارن. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در بخش های دیگر کشور روند ثبت نام های رای دهندگان به خوبی به پیش می رود و در حال حاضر بیش از 1,000,000 تن ثبت نام کرده اند و از این میان 27% آنان زنان هستند. قرار است ثبت نام های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به روز 25 ماه سنبله آغاز شود و 20 روز ادامه داشته باشد. شمار از نمایندگان ادعا دارند یک طالب زن که در انتقال مواد انفجاری برای کشتن اسدالله خالد رئیس امنیت ملی دست داشت مشمول کسانی بود که در برابر رهایی فریبا احمدی کاکر عضو مجلس نمایندگان از بند رها شدند. شمار از نمایندگان کندهار در مجلس میگویند به شمول همین زن 11 تن دیگر که به اتهام همکاری با طالبان و گروه راس افغان در نزد حکومت زندانی بودند با بانو کاکر معاوضه شدند. یکی از اعضای گروه میانجی این معاوضه میگوید که آزاد شدگان 4 زن، 1 کودک و 6 مرد بودند. صالحه صادق گزارش میدهد. پس از رهایی فریبا احمدی کاکر عضو مجلس نمایندگان از بند طالبان، اکنون بعضی از واقعیت‌ها روشن شدند. شمار از نمایندگان مجلس آزادی خانم کاکر را در برابر آزاد ساختن 11 تن از کسانی که در حمله‌های هراس افغانانه دست داشتند یک معامله بسیار خطرناک می‌دانند. گفته می‌شود که در میان این آزاد شدگان یک زن باشنده غزنی که در شهر کویتی پاکستان زندگی می‌کرد و در انتقال مواد منفجره برای حمله بر اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی دست داشت نیز رها شده است. اصل خبر داده چې فریبا کړه د تبادلې په نتیجه کې لسونه چې د طالبانو د طرف څلور شزه د حکومت سره بندیان ولې او د سرکښنی مشمول نوم سره چې په څلور شزو کې هغه خطرناک شزه پکښې ولې چې دغه جمله سیوه جمله یو شزه چې خپل د غزنی و چې خپل پر د رئیس د امنیت ملي اسد الله خالد د مواد په انتقالولو کې سیاست له خالد د پاکستان کې مواد را انتقال کړو دغه په مواد په انتقالولو کې هغه شزه پکښې و. در همین حال رهبر پیشین جیش المسلمین گروه طالبان که عضویت هیئت میانجی را برای رهایی فریبا احمدی کاکر داشت میگوید که بانو کاکر در نتیجه تلاش های معصوم استانگزی رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح آجی دین محمد عضو شورای عالی صلح و خود وی شامی دیروز از بند طالبان رها شد. وی می افزاید که در میان آزاد شدگان طالبان 4 زن که به همکاری با گروه های هراس افغان از سوی حکومت بازداشت شده بودند با نام های نسرین لاجورد منظره و نیز خانم عایشه که شهروندی ترکیه را داشت نیز رها شده است. دستلور شدیوی او داغو سره دوی مربوط یعنی دوی سره نیول سیوی شپش کس نارینه او یو پاغو که اوام یو معشوم و چه جمله یوال از کسی که او دا کسانان خلاص پله. پس از رهایی بانو کاکر گزارش های پخش شدن که این عضو مجلس نمایندگان در یک عملیاتی نیروهای امنیتی ملی آزاد شده است. اما شمار از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که هیچ عملیاتی در پیوند با رهایی بانو کاکر راه اندازی نشده است و بر اساس تعاملات سیاسی گرفته شده، بر اساس یک سری برنامه‌ها گرفته شده و بر اساس یک سری برنامه‌ها آزاد شده. در غیر از این صورت وقتی هر روز پرواز از کابل به قندهار هست چطور میشه که یک وکیل پارلمان از راه زمینی بیاید و هم دقیقاً به دروازه‌های شهر غزنی گرفته شود و بازم خانواده‌اش منکر شود که به ترکیه رفته؟ شمار از نمایندگان مجلس آزادی 11 تن را که بیشترشان به حمله های هراس افغانانه بازداشت شده بودند بسیار خطرناک می دانند و می گویند که اگر این گونه معامله ها میان حکومت و طالبان ادامه یابند احتمال دارد که این کار به یک فرهنگ مبدل گردد و طالبان پس از این با ربودن شمار از مقام های دولتی زندانیانشان را از بند رها سازند. یک ائتلاف تازه زیر نام اتحاد مردم مشرقی امروز در کابل اعلام موجودیت کرد. شمار از اعضای شورای ملی و بزرگان اقوام در ولایت‌های شرقی کشور این اتحاد را ساختند. اعضای این اتحاد تازه میگویند که آنان تلاش دارند تا مردم را متحد سازند و در برابر بی‌عدالتی‌ها در کشور مبارزه نمایند. سخنگوی این اتحاد میگوید که معرفی نامزدشان را در انتخابات ریاست جمهوری نیز بررسی خواهند کرد.
با نزدیک شدن زمان انتخابات دیده می شود که در هر گوشه و کنار کشور ائتلاف های تازه شکل می گیرند. به تازگی روز یک شنبه اتحاد مردم مشرقی اعلام موجودیت کرد. بیشتر نمایندگان ولایت های شرقی در شورای ملی این اتحاد را می سازند. نماینده های مشرقی با نمایندگی توده های مشرقی یک جای به یک سو به یک سمت در حرکت هستیم. سخنگوی این اتحاد می گوید کانون پس از اعلام اعضای رهبری و اداری این اتحاد معرفی این نامزدشان را در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز بررسی خواهند کرد. مردم ولایت مشرقی و نمایندگان مشتان جرگه و ولسی جرگه انشالله با یک عزم متین و با یک فکر و یک تدبر ایرا پیگیری میکنه یا از خود کاندید میتونه از کاندیدی که به نفع افغانستان باشه پشتیبانی خواهیم کرد. در هفته های اخیر جبهه اعتماد ملی ائتلاف اتحاد انتخاباتی افغانستان و مجمع تفاهم ملی افغانستان ائتلاف هایی هستند که شکل گرفتند. در اتحاد مردم مشرقی گذشته از نمایندگان ولایت های شرقی، بزرگان، فعالان جامعه مدنی و جوانان ولایت های شرقی کشور نیز عضویت دارند. ادامه خبر هاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. سخنگوی رئیس جمهور گفتای اخیر نماینده ویژه امریکا را برای افغانستان و پاکستان که گفته است افغانستان درگیر جنگ داخلی است رد می کند. این سیاستگر امریکایی جنگ افغانستان را یک جنگ داخلی می گوید و بر تفاهم سیاسی تاکید می برزد. اما سخنگوی رئیس جمهور می گوید که اگر گفتای این مقام امریکایی درست باشند، پس امریکا تا کنون در افغانستان سرگرم جنگ با هراس افغانی نبوده است، بل در جنگ داخلی افغانستان شرکت داشته است. جیمز دابنز نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در افغانستان و پاکستان در گفتگو با صدای امریکا میگوید که افغانستان درگیر یک جنگ داخلی است و این جنگ نیاز به آغاز تفاهم سیاسی دارد. په اصل کې دغلته په افغانستان کې په یوه شکل کې اوس هم خانه جنگیده، نو اصل ستونزه دا ده چې آیا دا به توندیږي او که نه. نو زه وایم چې اوس ډیر زیات دا فکر لرل کیږي چې د کال 2014 نه وړاندې د جوړجاړي سره امن تړلی دی. نو افغانستان کې د دایمي امن لپاره تر ټولو غوره کار جوړجاړی دی او ښه به دا وي چې څه نه څه شکل کې خبرې شروع شي. در واکنش به این گفته ها سخنگوی رئیس جمهور کرزی این گفته ها را رد می کند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی به خبرگزاری باختر می گوید که اگر واقعا افغانستان درگیر جنگ داخلی است، پس به این معناست که ایالات متحده امریکا در بیشتر از 10 سال گذشته در افغانستان سرگرم جنگ با هراس افغانی نبوده است، بل در جنگ داخلی افغانستان شرکت داشته است و نیز حضور این کشور باعث بالا گرفتن جنگ داخلی در افغانستان شده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزن می گوید که در گذشته نیز برخی از کشورها تلاش کردند تا جنگ افغانستان را جنگ با هراس افغانی نه، بل جنگ با شورشگری جلوه دهند. سخنگوی رئیس جمهور کرزن تاکید می ورزد که مردم افغانستان درگیر جنگ با هراس افغانی هستند. تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی فوتبال جنوب آسیا امروز در برابر نیپال قرار گرفته است. این دیدار برای افغانستان و نیپال سرنوشت ساز است، زیرا تیمی که برنده می‌شود راهی دیدار پایین رقابت‌ها می‌شوند. افغانستان با شکست دادن نیپال راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی فوتبال جنوب آسیا شد. در این دیدار که در حضور بیشتر از 25 هزار تماشاگر و با میزبانی نیپال برگزار شد، سفید پوشان افغانستان 1-0 سرخ پوشان نیپال را شکست دادند. تنها گل این دیدار را سنجر احمدی بازیکن شماره 11 افغانستان در دقیقه 10 بازی وارد دروازه نیپال ساخت. در این دیدار و در دقیقه 86 منصور فقیریار دروازه‌بان افغانستان یک ضربه پنالتی را دفاع کرد، اما به علت نامعلوم این ضربه از سوی داور مسابقه دوباره گرفته شد، اما باز هم دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشور نگذاشت که توپ وارد دروازه افغانستان شود. افغانستان با 3 پیروزی در برابر بوتان، سریلانکا و 1 تساوی در برابر مالدیو راهی مرحله نیمه نهایی شد و در این مرحله